خودت فکر کن که وقتی که اساس مو سناتوریوم از یک جو به یک جو دیگر رفتن یعنی که وقتی که مو پروگرامو یا کنسرت خطی به دیگر جو می رویم در اونجا مو این حس می بینیم و نگفته نموند که بعضی سنت برون اونا ترک وطن کردن برای من میخواستم گفتن که رستم جون یکونه در زندگی بودم ایزاد این شیرینی وطن این دیدن یار دوستان دیدن آدم های نزدیک
این بسیار تی بسیارم داشتوار با میگن و بسیار هم انگیز است شما در این وقت در کدام جا بودید؟ اساسا بعد که در کشور ما نتیجه یعنی که نتیجه سر شدن ما حرفی خود داشتیم در قزاقستان یعنی که پیش شناس بودیم اونا ما را دعوت کردن گفتن که شرایط شما اولی شرایط اسکولی که شما کمک بزنین من اولی بیوتون به قزاقستان یعنی که در اینجا برای ایجاد کردن برای ایجادیات شما شرایط خوب فراهم کردن ممکن است یعنی شما در اونجا ایجاد خود را دوام دادید ها؟ اساسا ما برای می رفتیم برای که ما دیگر تکرار میکنم که اون وقتا در شهر ما شرایط ایجاد کردن نبود شما ما خبر داریم شما نه تنها در الماتو بلکه در قزاقستان در ترکمنستان هم بودید قرغیزستان حتی آلمان و کانادا هم رفته بودید وقتی که ما در الماتو پروگرام کنسرت ایجاد کردیم با این پروگرام ما بسیار شهر رو گشتیم یعنی که قریب اش ما در رسپوبلیکی آلمان بعد یک ما در کانادا و بعد اون سفر قرغیزستان کردیم ازبکستان کردیم یعنی که در همین مدت ما فقط کار ایجاد خطی بند بودیم ببخشید تماشابین شما رو چقدر استقبال میکردن؟ تماشابین به فکرم استقبال گرفتن خودر خوب به درجه اولی یعنی در غریبی شما بیکارانه بود صنعت تاجیکان رو تغریب میکردید فقط کار ما نیست کار صنعت بود دیگر ما یک اون کار خود مشروع نبودیم فقط کار صنعت یعنی که در شکل زبس میکردیم کاروی صنعت خود ما فقط بند بودیم مبارک شو در بین مردم عقیده است که گویا صنعت شما صنعت خدا داد است این عقیده درست است؟ با فکر من رستم جان من در اویله صنعتکار تولد یافتم و تربیه یافتم برای اینکه پدر من صنعتکار بود مادر من صنعتکار بود اساسا همه خشت بور من صنعتکار است فکر من این است که این از خون به خون یعنی که میراثیست سرودهای پدرت رو در خاطر داری؟ البته همه سرودهایی که پدرم میخوان همشون در یاد دارم از بین تمام سرودهایش مثلا در دل آدم خون و خوی یکی از اونها خواب میگرده هست نه همش یاد داری چه خیلی هست که همه سرود داری دادای 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 یاقوب جان یاقوب جان یک دقیقه ممکن می اون سرود پدر مرا شما اون رو ثبت کرده اید را باب شاید زیلا چی زیل یار من خستم توب نتادم در گیل یار من گچه بارم سایه کنم یار یار من یار من یار وفادار من یار من یار من یار وفادار من رحمت کنم مبارک شد دوستان جان این سرود تاریخ بسیار کلان دارد برای اینکه وقتی که در گروه نورسون انسامبل بچگانه پومیر یعنی که پدر من پدر اقباشو گرمیز داخلی کف پدر اقباشو دوچو غومه دراخ یعنی که باباش هم بود در اونجا اشتراک کرد یعنی که وقتی که یعنی پدرهای شما هم بادگاه شناس بودن هم کاری کنید در یک گروه یک انسامبل کار کردن
تو عذرم دوستی اونو بسیار خوب است برای اینکه اولین انسامبل بچگانه پومیر یعنی که اساس گذار امون انسامبل بچگانه پومیر انا پدرای مو بودن و برای من همین نمیگویم که این تاریخ یعنی سوچ تاریخ دارد این سرود پدرای مو یعنی که پدر من در نزد او وقت رئیس سول از 1941 در نزد خود ستالین خود و برای من ستالین برای مکفوت دو برای من سرود انا برای من که سرود تاریخی است برای من سرود برای مکفوت اردن دادم برای پدر من وقتی در اون وقت وای 14 ساله بود سن 14 ساله بودم نه ای خوش یعنی شما دوام دهنده ای یعنی که همی خیلی معلوم میشه وقتی مو دوام دهنده دوام دهنده کار پدرای خود خوش نخورده ده بازی هم جوش نیدم یعنی خدا خواهد میکی پرزنده رو شما هم با هم کار بگیم این شو با همی خیلی باشم مبارا شو شما اویلا دارید البته اویلا دارم دو تا فرزند دو تا پسر یک داشت 8 ساله دیگرش ربخت 4 ساله پر کرد یکی اش در مکتب میخونن؟ یکیش میخونن دیگرش اولی تئوری دوست است عقیده همسر شما نسبت اجاده تو دانین چی بودن است؟ عقیدهش بسیار خوب با فکر من همسر من همه طرف مرا دستگیری میکنن همینش بس که وای پسرهای مرا تربیه میکنن یعنی که من همچنین سنتکور بسیار وقت تو در خونه نمی باشم یعنی که کند سیر تو همه طرف ها کور سنتکور هم می خیل همینش بس که بسرهای مرا تربیه می کند اونها رو خطی همه طرف هم به فکرم دستگیری می کند برای مخوب شما رو دوست بدونه؟ البته دوست